با ادامه ی حملات گروه های تروریستی به دو شهر شیهنشین فوعه و کفریا در ادلب سوریه فاجعه انسانی در این دو شهر روز به روز در حال افزایش است سه سال است که دو شهر فوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب در محاصره گروه های تروریستی سنی های رو قرار دارند و تنها بیمارستان فوعه که به مردم این دو شهر خدمات ارائه میکرد تعطیل شده است در این دو شهر بیش از هشت هزار غیر نظامی در شرایط انسانی فاجعه زندگی می و در اثر خمپار باران پیاپی منازل این دو شهر توسط سنی هایتون رو تعداد شهدا و مجروحان روزانه در حال افزایش است. با وجودی که مقامات سوریه پیامهایی به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کرده اند و خواستار محکوم کردن جنایات علیه شیعیان غیر نظامی فو و کفریا یا اما باز هم اوضاع فاجعه بار این دو شهر ادامه دارد شیعیان در محاصره با کمک های غذایی و پزشکی که به وسیله هواپیما برایشان ارسال می شود زندگی می کنند این در حالی است که محاصره کنندگان مانع از ورود کاروان های هلال احمر سوریه و کمک های انسانی و پزشکی به این دو شهر شیعه می شود. غیر مجروح که هلال احمر سوریه توانسته قبلا آنها را از فو و کفر یا خارج کند گفتند که دهها ها مجروح نیازمند درمان فوری هستند. آنها میگویند که به دلیل حملات گروه های تروریستی ساکنان این دو شهرک نمی توانند بر سر زمین های کشاورزی حاضر شوند یا محصول خود را برداشت کنند.